سلام، من امیر حسینم. امروز 3 فروردین 402 سال نو تو مبارک. اومدم یه ویدیو آماده کنم از تعمیر پیانوی دیجیتال یاماها. البته ممکنه بقیه سازهای دیجیتال هم به همین شکل باشن، ولی خب من یاماها رو دارم. الان قبلش بگم که من نه تکنسیان پیانو نه تعمیرکارم، اسم حتی نوازنده هم نمیتونم بذارم، چون یه هنرجویی هم که حالا مدت کوتاهی که شروع کردم به آموزش، ولی یه مشکل برای سازم پیش اومده. تو شهری که دارم زندگی میکنم نه تکنسیان نه تعمیرکار حرفه‌ای هستش. یکی دو نفری گفتم مشکل منو انجام میدن و حل میکنن، ولی نتونستم اعتماد کنم، چون حتی منظور منو متوجه نشدن و یه جوری هست که من فقط میخوام پول بگیرم از آدم. این شدش که گشتم تو اینترنت ویدیوهایی پیدا کنم بابت تعمیرش، ولی هیچ چیز خیلی خاصی دستگیرم نشد، تا اینکه یه دونه ویدیو رو به سختی تونستم پیدا کنم. یه چیزی از اون دستم اومد و حس میکنم که کار خیلی عجیب غریبی نیست. من یه حدودایی میشه گفت آدم فنی هستم، از بچگی با پیشگوشتی و آشار اینا کلا چه میگم ور رفتم و علاقه داشتم بهشون. واسه همین به نظر من کار ساده ای، اگه شما آدم فنی هستید میتونید انجام بدید و به نظر من نیازی به هزینه کردن بابت این چیزا نیستش. ولی خب ممکنه یه سری عین من باشن و مثلا تکنسیان نه دستشون نباشه، که این ویدیو رو دارم آماده میکنم برای بیشتر اون دسته از بچه ها. ولی خب اگه نه حد چیزی چی میگن دست به آچار نیستید و فنی نیستید، به نظر من این کار انجام ندید، چون یه ساز گران قیمتیه و ممکنه که آسیبایی وارد بشه که جبران ناپذیر باشه و حتی شاید این آسیب الان برای من متحمل بشه این هزینه. ولی خب بریم با هم دیگه باز کنیم ببینیم چی به چیه. مشکل هم هم بذار بگم، اصلا مشکلی که پیش اومده نگاه کنیم، مثلا این کلاوی اصلا صدا نمیده، صدا میده ها، یعنی توالت عادی صدا نمیده، یه هایی واسه خودش میزنه و وقتی هم که میزنه فورته میزنه، ولی این کلید نگاه کنیم سالمه. ره رو ببینید، این کاملا سالمه، ولی دوی بغلش نگاه کنید، با اینکه آروم دارم میزنم داره فورته میزنم، که این مشکل عمدتا به خاطر گرد و خاک و کثیفیه که این سنسورها رو میگیره. به نظر من تمیز کردن یه سنسور رو جمع جورش کردم کار خیلی سختی نیست. بریم با هم ببینیم که چی جوری باید بازش کنیم و این مشکل رو حل کنیم. امیدوارم که به دردتون بخوره. برای باز کردنش نیاز به چیز عجیب غریبی نداریم. حالا من دارم ابزار شارژی، ولی یه پیچ‌پوشی چارسو کل کارتون رو راه میندازه. 3 تا پیچ این بالا داریم. اینجا هم نشون بدم. این 3 تا پیچ رو باید باز کنیم که این صفحه رو جدا بشه. خب. با اون چی کار داری؟ صفحه رو هول میدی جلو؟ کشویی. بله. بعد صفحه رو از بغل بلند میکنم. تا اینجا نصف کار رو انجام دادیم. میذاریم کنار. بچه پیانوهای یاماها کلن یه شکلی ها، حالا من سازم 535 ولی به طور کلی همشون به همین حالت باز میشن، ولی این قسمت این درم باز کن. یه پیچ این سمت داریم، روبروش هم همینه داریم، اینا رو باید باز کنیم. پیدا نشده خب سخته دیگه، کاری نکنید که بازارت پشیمونی. این میاد تا این قسمت، از اینجا شی خارج میکنی. از کجایی بردی؟ میتونی به بیننده نشون بدی؟ این کشویی رو باز میکنی، درکی باز میشه نگاه. آها، از اونجا شیاری داره که میتونی دوباره این هم میاد این سمت و عقب. ببینم جلو شیری باز میشه یه ذره که این قسمت هم باید در بیاد. این قسمت هم پایه هاش اینجاست، نکنید دیدنه این قسمت داری، این پایه های وسط از 4 قسمت متصل شده به نظر زیاده، از 5 قسمت. چیکار میکنی؟ درشو باز کردیم، در روی کلاویه رو باز کردیم و این نوار بالا رو. تو قسمت بعدی باید کل کلاویه رو آزاد کنیم بیاریم بیرون. واسه این کارم این پیچ های بالا تماما باید باز بشه،
به اضافه این کنترل صدا و چی میگم این دیگه ولوم میخواد، چون اینجا من بزنم این میگیره به این قسمت. بریم پیش گوشتی رو بیاریم. یا پیش گوشتی معمولی یا این چه وسیله خارق العاده ایه؟ ما تو خونه از اینا نداریم. این چیه؟ نه منظورم اینه که مثلا آره اون که داره پیش گوشتی شارژی داشته باشن داره شارژی میتونه راحت از اینا استفاده کنه. نداشتم پیش گوشتی بذار اونجا و باز. آره اینجا رو کمکاری کرده بودم و یه پیچ میبستم. دوزی میکنن یاماها مثلا موتور میسازن آخه پیانو حالا پیانو اب نداره رو موتور پیچ نمند من خطر میکنم همون دیگه پیچ های پیانو رو زدن رو موتور. خب اینم از این. حالا ولی فکر کنم اینم باید آزاد کنم چون حس میکنم این قسمت هم گیره بهش. اینجا داری چی کار میکنی؟ این سوکت رو جدا میکنم و این سوکت هایی که از کلاویه اومده برگرم سر جاش. خیلی آروم بچه ها اینا رو که انجام میدید خیلی آروم چون پینه دیگه نگاه کنیم پینه آسیب ببینه نابود شدیم دیگه. یه فشار میدید عقب این قسمت آزاد میشه و این بیاد بیرون. بله جدا شد. نیازی باز کردن اون برم نبودشن این سمت که باز کنیم ولی فکر کنم نیازه که این سمت هم باز کنید داره گیر میکن. اذیت کرد بیاد بیرون ولی مثلا هم بیکشید اقل پیچشون هم میخوای در بیارید؟ نه داخلش هست. خیلی آروم مواظب باشید که نشکنه و اینا. خیلی قسمت استرس زایی اینجا بخورم صندلی رو کاملا جدا شده اینجا. قبل اینکه اینو ببندیم حتما یه نظافتی بکنید گرد و خاک و اینا تمیز بشه که دیگه باشه. آقا توی اون قسمت چهارزانو میشینید زمین دیگه وقت شوخی نیست. اینو چرخوندیم. آره چرخوندیمش. فقط میگم خیلی آروم اینا رو بچرخونید چون نگاه کنید مثلا این سمتی چون که میگیری کلا تاب برمیداره از یه طرف نگیرید. حتما اگه این کار انجام میدید دو نفری باشید که کمک باشید واسه هم دیگه. این قسمت رو تمام سنسورهای این زیره اینا رو باید باز کنیم یکی یکی زیرشون رو تمیز میکنم که حالا تو ویدیو بهتون نشون میدم. خیلی این هست این هست که بده این هست که ما رو داره اذیت میکنه و نمیذاره که ما سازمون صدای درستش رو بده. این میاد این قسمت از این. خب نیاز به یه الکل و پنبه داریم که این سفر یه بار با الکل و پنبه تمیز کنیم. گرد خاک روش بریم الکل و پنبه بیاریم. برای این از الکل استفاده میکنیم که هم سری میپره خوش میشه همین که حالات پاک کننده گیش خیفی. اینا رو هم یکی یکی همینجوری بهر کن. چجوری یکی یکی؟ یه ذره فشار که بدیم یاد بیرون این صفحه رو پاک کن. اینا میگن زغال چه بود در اومد؟ بچه بودیم اون پنبه بود گیر کرد بشه. بچه بودیم به اینا میگفتن زغال های واسه پیس چی بود؟ پیس کنترل بشه کنترل تلویزیون و پیس اینا رو دقیقا این مشکل واسه کلیداش پیش میومد. خوب کار نمیکرد باز میکردیم تمیز میکردیم اون موقع ها میکردیم الکل نمیزدیم. این نمدا هم بعد یه مدتی خراب میشه. ساز من چون ساز نویه به نسبت خیلی کار نکرده اوکی ولی این نمدا هم خراب میشه که اینو به صورت کامل بعد از نمایندگی بگیرید نمدا عوض کنید. بعد بریم بگیم نمد پیانو بده. آره خودشون میدونن چی. اونی که میدونه میدونه. زینو دادم؟ نه آقا این قسمت رو میخوایید جا بزنید بذار در بیارم.
نگاه کنید اینجا یه حالت زائد مانندی داره که چفت میشه توی این شیار بالا. این حتما باید بیفته توی شیار، اگه نیفتاد به درد نمیخوره چون روی این سنسور نمیشینه و به درستی عمل نمیکنه. اینو کامل میذارید روی شیار بالا. در آخر آن کنگار مثلا صفحه یک دستی دارید، انگار که کلن یک صفحه است. اونجا هم که جدا نمیشد و آره اینه که روی خود همینجا تمیز کردم مشترک با اون برش دیگه فلان در نیومد. دقیقا اینا جاییه که بعد با اینا میزون بشه که چپ و راستش رو بخواید دقیق بذارید. نگاه کن چپ و ول نشه. آره طبق همین پیش ببرید. نگاه کنیم اومد پایین. حواستون خیلی باشه این قسمت ذره اذیت کننده است و جا بخوره. هم جای پیچه رو به روه هم یه قسمت های سفید. خب بریم مستصف کردن پیچه. پیچش که مشترک بود و دیگه نبستیم. پیچای مشترکش اینطوری چیز دارن، واشر تور داره بغلش. اینو نبستیم چون باید این سمت هم بازش کنیم. بریم واسه باز کردن مثل همون مرحله قبل یکی یکی این پیچه رو باز کنیم. سعی میکنم که همینجوری کارم رو انجام بدم. خب سوکت جدا کردنش خیلی خطری، ممکنه هر کدوم اینا یا آسیبی وارد بکنه. خب مثل مرحله قبل پنبه و الکل. آقا پنبه رو به نظر من تماما خیس کنید. چرا؟ چون دیگه اون پرزاش نمیشه. اصلا من توی سومی که رسیدم به نتیجه رسیدم. اینجا به این تجربه رسیدیم. آره آبش رو بگیرید آخرش. آب که من الکلش. خیلی هم الکل نزنید بیارتون مسجه و براتون ویالون بزن. به نظر میرسه که تعمیرمون تموم شده. فقط میرسه که برگردوندن اجزا سر این دوستان. من قبل اینکه پیچ ها رو ببندیم جمع کنیم یه بار به نظرم روشن کنیم، صدا رو بگیریم ببینیم من جواب داد یا نه. بریم بر تست. خب روشنش کنیم. تا اینجا که روشن شد. اون از اینجا به قبلشه کاملا درست. این کلید به صدا نمیده. اقل باید چند میلیون خرج کنی تا این کارو برات انجام بدن؟ بگو. واقعا نمیدونم الان هر کسی هر قیمتی بگیره. واقعا این ویدیو میتونه چندین میلیون براتون میتونه چندین هزار کودک رو نجات بده. ولی دمتون گرم. این که حالا جمع حالا تا آخرش باید جمعش کنیم. این ویدیو رو که میبینید حتما لایک نمو که من اولین ویدیو تو یوتیوب شاید حمایتی شده شروع کردیم. شاید اصلا حال کردیم هر روز ویدیو گذاشتیم. شاید جارو برقی باز کردیم سری بعد. تعمیر لوازم منزل بدون نیاز. خب کافی هم زمان ویدیو رو داری طولانی میکنی. بریم یه تبلیغ ببینیم بیاییم. بریم جمعش کنیم. بریم خود جمع کردم. خب امیر محمد که رفتش معمولا دستنها با یه پای دوربین ادامه رو پیش
کارو میبریم. بعد اینکه دیدیم دیگه دستگاه اوکیه و به اصطلاح تعمیرمون جواب داده، دیگه گفتم که اینجا رو یه گردگیری بکنیم قبل بستن، که بهترین کار اینه به نظر من اول با استفاده از جاروبرقی. اینجایی که روی بوردی نمیرسه نچسبونید بهش، شما ممکنه با ضربایی که میزنید هر کدوم این آسیب ببینید. از همین فاصله بالا بگیرید، خودش با مکش تا جایی که بشه میکنه و میبره. یه دستمال نمدارم بیاریم که یه اقدار خاکایی هم که مونده رو بگیره و جمع کنه، بعد بریم واسه بستن و جا زدن هر چیزی که بازش کردیم. این کار رو حتما انجام بدید، این مو و پرزا همه میره لای همین کلاوی ها، دوباره واسه تو مشکل ایجاد میکنه. دوباره یه جارو بکشید همه رو، یه دستمال خیلی مرطوب نمدار باید نم کم و زیاد نباشه که به چوب و این قطعات بخواد آسیب بزنه. اول این سمت کلاویه رو بذارید پایین، یه مقدار که بفرستید داخل دیگه جا میخوره. از بالا فقط بعد این چای پیچ رو دیگه میزون کنیم و اینا که البته پیچ نداشت و پیچ رو ببندیم سرش جاش. اول این صف کنترل رو جا بزنیم. نگاه کنید این جلویی ها باید بره داخل این شیاری بزن. میزون شد سر جاش، فقط اینجا الان اوکی پیچشم سوکتی که اینجا جدا کرده بودیم و جا میزنیم. فقط دقت کنیم ببینید سوکت ها لبه داره، حالا نمیدونم تو ویدیو مشخصه این دقیقا تو جهت خودشون بذارید، یا موقعی که در میرید حواستون باشه کدوم وری در میرید که همون جهت رو دوباره بزنید، فقط کاملا مستقیم، عمودی کجینا نکنید که اون پینه و سوزناش مشکلی براش ایجاد نشه. خب به طور کلی دیگه همه چیش جمع شده و اسمبل شده، فقط مونده همین درش رو این چیزاش رو جا بزنیم. فقط دیگه تا اینجای کار که زحمت کشیدید اینو باز کردید همه رو، قبل اینکه ببندید همه این چیزایی که باز کردید رو یه دستمال یه چیزی روش بکشید که کامل تمیز بشه، بعد جا بزنید و ببندید. اینم دقیقا روی جاهایی که پیش داره فیکس کنید. از روی این لبه هم دقت کنید دیگه همش میزون یه اندازه باشه. بعد پیچه رو شروع کنید به بستن. البته یه نکته ای که بهتون بخوام بگم، پیچ هایی که این دو سر بسته میشه متفاوته با اون یکی پیچ ها، اینا رو دقت کنید بهشون که اشتباه نبندید که قشنگ محکم بشه. خب بریم در رو جا بزنیم. برای اینکه در رو جا بزنیم این قسمت پایین در که دو طرف هم داره یه مقدار کج بذارید، این وریه رو بذارید سمت پایین مثلا این سمت بالا، بعد که راست میکنید دیگه روبروی هم میشه، خیلی راحت میره تو جا. تموم شد. اینم از درش.
فقط اینکه اگه شما این قسمتاش اول و آخر و وسط داره، حالا من ببینم زاویه دوربینم داره اوکیه، اگه خشکی مقداری گریس بزنید یا این قسمت چرخن در این مقدار گریس بزنید چرب بشه که هم پلاستیک ها خورد نشه هم چرخن دار به مرور زمان. روشون هم دقت کنید این بستا رو ببینم میفته یا نه، یه لفت روی این زده یه رایت هم روی این. اینجا یک کار بسته شد، فقط مونده درش. به این قسمت رو دقت کنید، دوست در پیانو نگاه کنید، این زائدهایی که روی در هست اینجا، زائده که البته پیچ شده دیگه فیکس شده به این اندازه، اینا رو بعد اول جا بزنید این داخل، بعد در رو کشایی میفرستید جا و پیچ رو از پشت میمندید اونم که بسته پیچش. بریم با هم این کار رو از این بغل که نگاه کنید، دوربین رو بیارم جلو، کاملا معلوم میشه. ببینید اینجا رفتش، این سمت هم رفت سمتش، تمام شد. یه هول میدید عقب کامل میشین سر جاش. این از پیانه ما کاملا جمع شد. بریم پیچای پشتش هم ببندیم. خب اینم از پیانه ما تعمیر شد بالاخره بعد از یک سال و اندی فکر کنم. خیلی وقت بود خراب بودش به دلیل مشغله کاری و این چیزا هم که داشتم کلا گذاشتم کنار. این مشکل هم که خیلی باعث شده باشم واقعا تمرکز آدم موقعی نواختن به هم میریخت، اصلا نمیتونستی بزنی ساز. بعد دیگه مرسی که همراهی کردید، ویدیو رو دیدید لایک کنید، حمایت کنید، سابسکرایب کنید به قول دوستان یوتیوبی، کامنت بذارید برام، سوالی چیزی هم داشتید بپرسید اگه علمشو داشته باشم حتما جوابتون رو میدم تا جایی که بتونم راهنماییتون میکنم. و اینکه بعد یک سال داریم ساز بزنیم با دستای خشک، اما الان غلط بودید بزنیم چی بزنم. Thank you.